بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طاهر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گرد زمیان برخیزم. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت، به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری در قرار دوشنبه شبهای من روبروی شما خوبان هستم و در محضر عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی، کارشناس امور دینی. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم. علیکم السلام و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق علم و عمل عنایت بفرماید انشاءالله. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون از حضورتان، خوشحالم که افتخار تلمذ در محضرتان را داریم. استاد با برنامه‌ای به وقت بیداری و موضوع نشانه های عقل و عاقل در خدمت شما بودیم. یک سری نشانه هایی را بر انسان عاقل حساب کردیم، از جمله ای که یک انسان عاقل از کفر و شر دوری میکنه، خود را به رشد و خیر نزدیک میکنه، دارای بذل و بخشش هست و همچنان زبان خود را حفظ میکنه و بسیار آدم قانع هست، قناعت داره. امشب هم در ادامه بحث در خدمت شما هستیم با نشانه های عقل و عاقل. من باز در آغاز این برنامه از خداوند سبحان طلب میکنم که خداوند به لطف و کرم خودش این نشانه هایی که گفته میشه در وجود ما پیاده بسازه و ما به این زینت عقل بیش از پیش آراسته بشیم انشاءالله. به خاطر اینکه گفتن این کلمات به خاطر اینه که مقدمه عمل بشه و هر انسانی در خودش این نشانه ها را بجوید، اگر در او هست خدا را شکر و سپاس بگوید و اگر در او کم رنگ هست به دنبال او نشانه باشه. یکی از نشانه هایی که از لسان گوهربار امام موسی بن جعفر علیه السلام در حدیث شریف نشانه های عقل اشاره شده اینه که فرمودن لا یشبق من العلم دهرهو. یک انسان عاقل یک نشانه او اینه که هیچ زمان تا زمانی که در این عالم دنیا زندگی میکنه از علم آموزی و معرفت جویی سیر نمیشه، دست بر نمیداره. علمی که یاد گرفته دوست داره علم بیشتری یاد بگیره، روز به روز بر علم و دانایی خود بیفزایه. در حدیث دیگری از وجود مقدس امیر مومنان هست که میفرماین ان العاقل رضی بدون من الدنیا. یک انسان عاقل امکان داره با امکانات کم از دنیا بسازد و قانع بشه. مع الحکمه، اگر در این امکانات کم علم و حکمت همراه هست، یعنی تحصیل علم بکند، تحصیل حکمت و دانایی بکند، هرچند که مقداری از امکانات زندگی او خب طبعا کاسته میشه و کم خواهد بود و اگر او اوقات صرف دنیا بکنه وضع مالی او بهتر خواهد شد، ولی ای دنبال علم و معرفت حرکت میکنه که با همون قناعت و اندک از دنیا بسازد و علم خودش بیشتر بسازه، علم بر دارایی مادی ترجیح میده. عظیم نه ای که او دارایی مادی هم در حد نیاز به دنبال او هم هست. ولم یرد بدون من الحکمه مع الدنیا، و عکس اونیه، یعنی راضی نمیشه که دنیا فراوان داشته باشه بدون علم و معرفت و حکمت. لذا فرمود فلذالک ردحت تجارتهم. ای اشخاص که ای رقم عمل میکنن معامله اونها سودآور است، چون ما بر اساس روایاتی که داریم کل آدم ها در عالم دنیا تاجر هستیم. بله،
که وقتی از این عالم میریم، یا تجارت ما سود کرد، از این عالم سود بردیم، از این معامله دنیا سود بردیم، جان خود تقدیم کردیم سود به دست آوردیم، عمر خود مصرف کردیم سود به دست آوردیم، یا خدای نکرده والعصر ضرر ان کرد. الانسان لفی خسر، که پناه به خدا انسان عمرش بده و خسران و ضرر نصیب او بشه. یک انسان عاقل معامله او در دنیا معامله سوداوری است، عمرش ره بسیار با برکت مصرف میکنه. خب اگه بخوایم مثال بزنیم برای اشخاصی که اینا اشخاصی بودن عاقل خیلی و تا خوب میشه. لحظه آخر عمر از علم آموزی سیر نشدن، ابو ریحان بیرونی بسیار معروف ابو است ریحان که البیرونی ایشان در وقت مردن یک فقیه به بالین سرش آمد، بیمار بود، در همو حالتی که در حال بیماری و رنج بیماری بود یک سؤال فقهی و مسئله شرعی از او عالم پرسید. در این لحظه حساس بله، خود او عالم یا کسی دیگری گفت که خب این لحظه شما در این حالت بیماری جای سؤال علمی شاید مناسب نباشه. ابو ریحان گفت آیا بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانسته از دنیا برم؟ قطعا بدانی بهتره دیگه. قطعا بدانی بهتره. خب گفت پس من همین از شما طلب میکنم. او سؤال شرعی خودش پرسید، جوابش گرفت. عالم وقتی از در خانه او بیرون رفت، صدای شیون زنها از خانه برخاست که فلانی هم البیرونی برحمت بله خدا به رحمت خدا رفت. خب این نشانده یک انسان عاقل هست، هیچ وقت از یادگیری و آموزش سیر خسته نمیشه. نمیشه و سیر نمیشه. بسیار. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طلب العلم فریضه، اصلا واجب دانستن طلب علم را بر مسلمان ها و بر انسان ها. در حدیث دیگر وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار زیبا فرمودند که بر هر عاقلی از امت من 4 مطلب واجب هست. سیار علی. یک، فرمودن گوش دادن به علم، ای که آدم به علم گوش بده، چون گاهی دیده میشه که یک آدم گوش شنوا نداره، یعنی از وقتی از علم و معرفت گفته میشه امکان داره احساس ملالت و دلتنگی بکنه. فرمودم عقل میگه نه، وقتی علم و معرفت هست، بیان علمی هست، یک انسان عاقل گوش میکنه. بعد از اینکه گوش کرد فرمود نشانه بله. دوم اینه که نگه میداره او علمه، این دنبال تحقیق میره، چند تا کتاب بله. مطالعه میکنه، علمشه با یک چیزی به داشتهاش اضافه میکنه، اضافه میشه که بماند، چون علم با استفاده با کاربرد با تحقیق ماندگار میشه. 3، عمل به آن علم میکنه، چون امکان داره یک فردی علم زیاد یاد بگیرد، کل بله. کتابای اخلاقی رو خوانده باشد، کل کتابای فقهی رو خوانده باشد، کل کتابای اعتقادی رو خوانده باشه، ولی در بله. مقام عمل در متاسفانه تطبیق قاعده دچار مشکل باشه. بله فرمودم خب این هم عاقل نیست. یک انسان عاقل در مقام عمل هم سعی میکنه استوار که هست. بله. بعد از اون نشر علم است، چهارمین چیزی که فرمود واجب هست، نشره، یعنی گسترش بده. گاهی دیده میشه برخی از آدم ها یک صنعتی بلدن، یک هنری بلدن، ولی به کسی یاد نمیدن. این نشانه نقصان عقل. آفرین، به ماشاءالله، این نشانه بخله و انسان عاقل بخیل نمی باشه. پس اگر یک هنر کسی بلد هست، گاهی امکان داره با همو هنر به گور برود و او هنر خودش دفن کنه. تمام شد. بله، یک انسان عاقل میپسنده که او علم خودش نشر بده، به دیگران هم تعلیم بده. شاید گاهی گفته بشه خب من اگر این علم تعلیم بدم روزی ما کم میشه، دیگری جای ما رو میگیره. نه آفه، در حالی که گفتن که این یقین، این حدیثه، روایته که نه. یقین بدانه هر انسانی که کسی روزی او رو نمیخوره. بله، دنیا هم جای کافی برای بله. همه آدم ها هست، هر راحت. انسانی روزی خودش داره نه. و خداوندی که خلق کرده روزی او رو از مجرای خودش تأمین میکنه، به شرط تلاش خودش داشته باشه. پس اگه من اون صنعتی که بلدم، علمی که میدانم، هنری که دوست دارم و به تعبیری وارد هستم، اگه اون رو به دیگران تعلیم بدم
و از علم ما انسان ها بهره مند بشن، این رزق ما کم نمیشه. کسی جای مر نمیگیره، برفرض جای مر بگیره جای ما بالاتر میره. یعنی اگر او بیا جای منو بگیره، خداوند چون ما نشر علم کردم جایگاه عالی تری به ما عنایت میکنه. پس این یکی از صفت هایی که انسان عاقل دارا هست. نشانه دیگه ای که باز از لسان گوهربار وجود مقدس امام هفتم موسی بن جعفر در حدیث نشانه های عقل هست، خداگرایی هست. سیارانی. یک انسان عاقل به دنبال خدا حرکت میکنه، خدا را میجویه و خدا را اطاعت میکنه، کلام خدا را میشنوه و اطاعت میکنه. لذا فرمودن الذلو احب الیه مع الله من العز مع غیره. یک انسان عاقل کسیه که خداگرایی برای او محبوب تر از هرچند که امکان داره خار بشه نزد مردم. در خداگرایی، بله، اگه خداگرا بشه مردم او را پس بزنن، جایگاه خودش از دست بده، جایگاه اجتماعی خودشه. و اگر خدا را ترک کنه مردم امکان داره به او جایگاهی بدن، او را بزرگ قوم حساب بکنن. خب اگه بخوایم مثال بزنیم، فرض کنیم همسر فرعون. همسر فرعون کسی بود که خداگرا شد، یعنی به سخن موسی ایمان آورد و خداوند یکتاره پذیرفت. خب او عزتی که در خانه فرعون داشت، زندگی ملوکانه، خوراکی ها و فرش ها و لوازم امکاناتی که در خانه او حاکم ظالم بود، اونا رو کنار گذاشت. چون وقتی فرعون فهمید که مؤمن شده، طبعا به شکنجه او رو گرفت تا زمانی که حتی در این راه جان او رو ستاند و او رو شهید کرد. در طول تاریخ همین رقم بوده که گاهی هست که یک انسان های مثلا در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن، خب ادیان دیگر مثل مسیحیان، یهودیان در اطراف مدینه بودن، اینا منتظر آمدن پیامبر بودن. خب اگر اونها قبول میکردن که این پیامبر همون پیامبری هست که در کتاب های اونها آمده، امکان داشت که اونا او جایگاه اجتماعی که قبلا داشتن، رئیس قوم بودن، رئیس قبیله بودن، امکان داشت از دست بدن. یعنی فکر میکردن، به خاطر همی گاه انکار میکردن، میگفتن نه ای او پیامبر نیه. چرا؟ به خاطر که اگر بگم ای حق با او هست، جایگاه اجتماعی من از دست از من بگیرن. این نشانه جهل انسانه. به خاطر ای که یک حقیقت سترگ و بزرگ خداوند را از دست میده و یک دنیای کوچک به خودش کسب میکنه. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمان هایی که گرویدن، خب اینا به خاری های اجتماعی گرفتار شدن، مثلا اینها را شکنجه میکردن و گاه در اگر مثلا به خانه پدر مشرکش میبود، لباس های بسیار گرانقدر، زندگی مرفه داشت. ولی وقتی که به پیامبر گروید، در 3 سال که در شیب ابی طالب محاصره بودن، سخت‌ترین زندگی ها را تحمل کردن، اما خداوند را به دست آوردن. خداگرایی. جریان حسین ابن علی علیه السلام به همین کیفیت هست. اونایی که با حسین ماندن، درست اینها شهید شدن، اما نعمت خداگرایی بزرگتر که ابدی هست. در حقیقت عقل انسان که گفتیم مثل یک چراغ هست، صلاح را از فساد تشخیص میده، همیشه دنبال انتخاب برتر هاست، انتخاب خوب. خب خداوند که باقی هست، افتخار ملت، بله. ما دانش چراغ راه ما و عزت، بله، خداوند چون باقی هست، کل من علیها فان، هر مقامی آدم داشته باشه، هر جایگاهی در دنیا داشته باشه، رئیس یک مملکت باشه، ثروتمندترین فرد عالم باشه، تمام اینها فانی هست، ولی خداوند باقیه. پس عقل میگه شما خدا و رضای خدا را انتخاب کن، هرچند که شاید اگر رضای خدا را انتخاب بکنی، در جامعه در یک مدت زمانی گرفتار یک سختی های بشی، از طرف جامعه دور بشی یا جامعه تو نپسندن. جامعه فرض کنیم مشرکی هست، به هر ترتیب وجود مقدس ابوالفضل عباس علیه السلام
در او عصر روز تاسوعا که شمر آمد گفت که یک اماننامه آوردم، چون از هم قبیله بود که مادر ابوالفضل عباس هم از همون قبیله بودم، یعنی میخواست که به یک سری امکانات دنیایی بفریبد. فرمودم نه، من بله او جایگاهی که عقل ما تشخیص میده بودن خیلی با بالاتر حسین از ابن آن علی، چه شما خیلی گمان بالاتر از میده. این چیزهایی که شما، ولی از او طرف کسانی بودن که به خاطر یک حکومت ری خدا را از دست دادن و جنگیدن با حسین ابن علی. پس این معامله در هر زمانی هست که یک انسان ببینه این کاری که انجام میده خداوند راضی هست، خدا دوست داره او را انجام میده، هرچند که امکان داره از طرف جامعه بیدین یا جامعه منحرف از خدا یک مقداری ترد بشه، دور بشه. لذا همه را با خود داره در صورتی که اگر خدا را داشته باشه. بله بسیار عالی استاد، اگر اجازه بدین پول ارتباطی برنامه را اعلام بفرمایید. بکنم در خدمت شما باشه. بیننده های عزیز و گرامی، مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید گوشه های همراهتان را بردارید، هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان شما دعوت میکنم که برنامه های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نکنید تا باشد انشاءالله که معنویت در زندگی شما خوبان و عزیزان بیمه شده باشد. و همچنان تکرار برنامه به وقت بیداری هر روز بعد از نماز ظهر و عصر تقدیم حضور گرم شما خوبان خواهد گردید. بفرمایید. یک حدیث از وجود مقدس امیر مؤمنان در نهج البلاغه است، خطبه 201، که آقا میفرمایند لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلت اهله. خیلی زیبای این حدیث شریف، مثل همه کلمات اهل بیت علیهم السلام بودم، اگر در راه حق است از کم بودن حراس نداشته باش، ای که تعداد نفرات ما کمه و بیشتر مردم به او طرف هستند، به یعنی اون جاده راه هستند. حق را انتخاب که حتی اگر طرف دارید کم باشه، طرفدار کم باشه و طرفدارا خود از دست بده. امکان داره یک شخصی وقتی به راه حق گرایش پیدا بکنه طرفدارهای خودش از دست بده. میگه شما از ای که طرفدار شما کم میشه، عدد شما کم میشه در راه حق، وحشت نکن. گاهی امکان داره یک جوان رفیقهای نابابی داره، ای اگر خداگرا بشه، اهل نماز بشه، اهل حجاب بشه، او دوستای خودش از دست بده، او تنها بگذارن، تنها بره به اون مسیری که حرکت میکنه، یا با او در اون مهمانی ها او رو دعوت نکنن. اینجا فرمودن که عاقل کسیه که خدا رو انتخاب بکنه، از اینکه تنها بمانه ترسی نداره، چون وگه خدا با انسان باشه تمام عالم بر علیه او باشن، او برنده میشه، او پیروز میشه. حضرت امیر فرمودن که اگر تمام عرب و عجم پشت در پشت هم بزنن و بر علیه ما بجنگن، ما به اونها پشت نمی کنم، چون حق را فهمیدم. بله، بنابراین یک صفت عاقل ایه که همیشه حق را پیدا میکنه، خدا را پیدا میکنه و اطاعت خدا را میکنه. بسیار لذا فرمودن که اعقل الناس اتبعهم لله. خب این صفت را هم انشاءالله خداوند با ما مرحمت کنه بیش از پیش. صفت بعدی و نشانه بعدی تواضع هست. بسیار صفت زیبایی هست که خداوند به ما عنایت کنه. تواضع برعکس تکبر هست، برعکس غرور و خودبرتربینی هست. در حدیث شریف امام موسی بن جعفر هست که فرمودن یا هشام ان لقمان قال لابنه، لقمان به فرزند خود فرمود تواضع للحق تکون اعقل الناس، در برابر حق و حقیقت تواضع کن تا عاقل ترین آدم ها باشی. به محض این که فهمید حق چه میگوید، حق بپذیر، هرچند اگر حق که به محض فهمید بپذیر، خبر. در برابر حق تکبر نورز. تمام او آدمایی که منحرف شدن در طول تاریخ، اینا در برابر حق ایستادن، این حق برشون مشخص شد و اینا حق را رد کردن. این نشانه جهل انسانه. در یک روایت بسیار زیبا داریم که فرمودن یا هشام، همین روایت، ما من عبد الا ملکون، هر انسان یک فرشته کنار او هست،
که کار این فرشته چیه غیر از نوشتن اعماله. چون فرشته های مختلفی با هر انسان سرکار دارن. یک فرشته هستن که حافظ او هستن از اینکه آسیبی به او نرسه یا از بلندی به زمین پرد نشه نیفته، یا شب که در حال خواب هست یک گزنده به او آسیب نرسانه، فرشته های مختلفی نگهبان ما هستن. یک فرشته هم هستن که اینها از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه فقط صلوات بر محمد و آل محمد را می نویسند. اللهم صل على محمد و آل محمد. این فرشته ای که در این حدیث آمده غیر همه این فرشته هاست. کار این فرشته چیه؟ کار این ملک و فرشته اینه که فرمود آخذ بناصیته فلا یتواضع الا رفعه. این فرشته نگاه میکنه هر وقت یک انسانی تواضع به خرج بدهد، تواضع بکند به خاطر خدا، نه که باز ریا باشه، تواضع به خاطر خدا، این فرشته او رو بلند میبره، درجهش رو عالی میکنه. این کارش اینه، تواضع کردی رفعت پیدا میکنی، جایگاه تو عالی تر میشه. ولا یتعاظم الا وضعه. و هر وقت یک فرد یک انسان تکبر بورزد، او فرشته مأموره که او رو ببره پایین، پایین تر ببره، از درجاتش بکاهه. ای پس کار این فرشته اینه که رفعت بدهد به انسانی که تواضع میکنه و پست کند او انسانی را که تکبر میورزه. این قانون خداست. پس عاقل کدوم را انتخاب میکنه؟ تواضع را، که چون رفعت در او هست. بله، پیش ارباب تواضع به تواضع تن بله. نزد محراب همان بکی کنه پشتت. بله، در یک شعر زیبایی شاعر محترم میگه که یکی قطره باران ز ابری چکید. باران می آمد، یک قطره بارانی، این پیش خود چی فکر کرده بود که من زمین ها را احیا میکنم، من مایه حیاتم، خیلی پیش خود فکرها کرده بود. بعد وقتی به زمین آمد قضیه عوض شد، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. این پیش خود گفته بود که من چه علمی، من چه جایگاهی دارم، چه اثراتی دارم، ولی وقتی پهنای دریا را مشاهده کرد گفت ما در برابر ای آب فراوان هیچ حساب نمیشیم. گر ببینی ناکسان بالا نشیند عیب نیست، روی دریا کف نشیند قهر دریا گوهر است. بله، وقت تواضع میکنه حتما از یک بزرگی ویژگی بله. بیشتر بهتر برخوردار. بله بله. در ادامه شاعر میگه که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. میگن که علم سه وجب داره. خب وجب اول اینه که کسی، یعنی سه مرحله داره، سه تا مقام داره. مقام اول یا وجب اول کسی که پیدا میکنه خودش از دیگران برتر میبینه. لذا او کسانی که با علم آموزی خودش از دیگران برتر میبینه تکبر میکنه، سلام کسی رو جواب نمیده، سلام نمیکنه به پدر مادر خودش، امکان داره، یا از سر تحقیر به دیگران نگاه میکنه، این در وجب اول و قسمت اول علم داخل شده. اگر یک مقام بالاتر بره، به مقام دوم علم برسه، اینه که دیگران را هم میبینه، میبینه که خیلی ها مانند او این مدرک دارن، این علم خواندن، در این رشته متخصص هستن و فراوان از او بیشتر هم بلدن، چون هر دستی بالای دست هست. قطعاً مقام سوم از این هم بالاتره، اون مقامیه که انسان به مقام پختگی میرسه. میگه خام بودم پخته شدم سوختم، به مقام سوختگی میرسه، از پختگی هم رد میشه. خدا کنه نسوزه اونجور پخته بمانه. خام او کسیه که خودش در دیگران برتر میبینه، پخته او کسیه که میبینه خیلی مانند او بلد، سوخته او کسیه که در حقیقت خودش هیچ نمیدانه. یعنی میگه که همین که گفت که جایی که دریاست من کیستم، گروه هست حقا که، وقتی خدا رو میبینه که علم بی‌نهایته، قدرت بی‌نهایته، در برابر هستی خداوند که این عالم یک گوشه از قدرت اوست و گوشه از علم و حکمت اوست، این خودش هیچ حساب نمیکنه در برابر علوم اهل بیت، در برابر علم داره. امکان داره در یک رشته در جهان نفر اول یعنی باشه. تواضع گردن فرازی بود. بله. بله. گردن فراز هست ولی تواضع داره. میگه وقتی خداوند به این عظمت هست، من
که یک بنده مخلوقم چیه. یا انسان‌های عالی‌تری که گفتم معصومان علیه السلام با وجود شخصیت‌های اینچنین، من چه جایگاهی میتونم داشته باشم؟ این همو دید اعتقاد یک فرد به اینه که خودش در برابر دریای بیکران الهی میبینه، چیزی حساب نمیکنه. یا فرمودن که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یا کوه از بالا نشینی رتبه پیدا نکرد، راه با همواری از کوه بالا میرود. ای پس نشان دهنده اینه که یک انسان عاقل به هر مقامی هم که برسه افتادگیش از دست میده. مثل یک درخته، ببینید درخت وقتی که میوه های فراوان به شاخه های او رشد میکنه، این شاخه های درخت آویزان تر میشه، به زمین نزدیک تر میشه. یک مثال، یک بزرگواری میفرمود که این پیسه پول خورد وقتی داخل کیسه آدم باشه را میره صدا میکنه، خیلی صدا داره، سکه ها. ولی وقتی که پول کلان باشه، پول کاغذی باشه، کلان، ای صدا نمیکنه. یک آدمی که هرچی پرمیوتر سر و زیرتر، سبک با به تعبیر سبک مغزتر باشه، او غرور او و صدا و به تعبیر منیت او زیاده. ولی کسی که پخته هست میبینیم سکوت او، آرامش او و تواضع او بیشتره. بسیار. پس این یکی از نشانه های بسیار مهمه که از خداوند طلب میکنه که به ما این نشانه ره عنایت بفرمه. خیلی عالی استاد. یک میان برنامه ببینیم و دوباره در خدمت شما. بیننده های عزیز و گرامی، به اتفاق هم میان برنامه رو میبینیم و پس از میان برنامه دوباره ما را همراهی کنید. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست داری. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی، همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، و تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی، و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم، و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم، تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. تو خود علاج غم و درد بیشمار خودی، برو طبیب خود باش و مبتلای خودت. شبیه حضرت نوح، اگر هیچ کسی به دین تو نیست، تو با خدای خودت باش و ناخدای خودت. بیننده های عزیز گرامی، دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید. ادامه برنامه با وقت بیداری را میبینید و در خدمت جناب استاد احسانی هستیم. جناب استاد، دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما. قبل از اینکه ادامه بحث تواضع در خدمتتون باشیم، یک تشکر بکنم از بیننده عزیز و گرامی ما از کشور ترکیه با شماره مثبت 90 و 4 رقم آخر شمارهشان 4039 که با واتساپ برنامه تماس داشتن و از برنامه های ما استقبال و تشکر کردن. ما هم از ایشان تشکر میکنیم.
بسیار ببخشید جناب استاد رمضانی، ببخشید من ادامه در خدمت بله شما. در بحث تواضع یکی دو تا مطلب دیگه خدمت بیننده‌های محترم عرض کنم. یک حدیث زیبایی داریم از وجود مقدس امیر مؤمنان علیه السلام که میفرمایند لکل شیء مطیه، هر چیزی یک مرکب دارد، یک وسیله حمل و نقل دارد. بیننده های محترم به امروز که نگاه بکنیم بین دو تا کشور یک وسیله گاهی تیاره هست، هواپیما هست، به ظرف یک ساعت یا نیم ساعت یک مسافتی که اگه پیاده حرکت بکند شاید یک ماه یا دو ماه طول بکشه میرسه. این خب راه رو نزدیک میکنه. و مطیت العقل التواضع، و مرکب و وسیله عقل تواضع است. یعنی اگر دوست داری یک انسان که سریع در عالم ملکوت و عالم رشد معنویت و ترقی و انسانیت به مقصد برسد، این تواضع به خرج بده. چه دقیقا یک فردی که سبب یک تیاره میشه و پیما میشه از ایور دنیا به اوور دنیا در طی مدت کم حرکت میکنه، به مکه مکرمه تشریف میباره، به ظرف یک ساعت از یک کشور به او کشور. زمان قدیم که همه پیاده یا با شتر میرفتن گاه دو ماه در راه بودن، گاهی هم در مسیر راهزنها گرفتار میشدن و کل متای اونها رو میگرفتن، دچار مشکل زیاد. بله. عقل هم همین رقم، یک کسی که از متا و از کالای عقل استفاده میکنه این سریع به مقصد میرسه، همینقدر زود. بله، از این عمر امکان داره 40 سال در این دنیا زندگی بکنه، ولی راه طولانی طی میکنن در کمال و معرفت، چون میدونن که انسان در مقام ترقی هر چه پیشرفت بکنه آخر و انتها نداره. این رقم نیه که کس بگه دیگه من به آخر خط رسیدم، از این بالاتر مقام ترقی نیست. چون انسان یک مخلوقه و جهان بی‌نهایت، فضل و رحمت و الطاف الهی بی‌نهایت، هیچ کس به آخر و نهایت آخر نمیرسه. باز هم لذا اینه که ما میگیم که در دعاها میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، تعجیل فرج دعا میکنیم. در بعضی از دعا داره که برای اهل بیت علیه السلام طلب زیادی هم میکنیم، یعنی ائمه و پیامبرها هم مقام اونها بالاتر میتونه باشه. بله. در بحث تواضع اگه باز مثال بزنیم، وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از یک راه که عبور میکردن به بچه ها سلام میکردن. این تواضع یک شخصیتی که جهان به خاطر این شخصیت خلق شده. لولا کلما خلقت افلاک، اگه شما نبودی ای پیامبر ما این افلاک و جهان به خلق نمی کرد. که داره بازم اینقدر تواضع داره. تواضع داشتن. تواضع گردن فرازی بود. گدا اگر تواضع کند خوی است. بله. یه تواضع لمن دونه، برای کسانی که از مقام او پایین تر هستن تواضع میکنه. یک مدیر اگر که در برابر او کارگر جز سلام بکند، احوال او رو بپرسد و تواضع به خرج بده، او شأن و مقامه. خب ولی اگه یک فرد در مقابل مقام عالی تر خودش تواضع بکنه، این خیلی مشخص نمیشه که تواضع ای به خاطر خدا بود یا به خاطر انگیزه های غیر خدایی. ولی یک کس در مقابل مقام پایین تر از خودش تواضع به خرج بده، این نشانه رشد و پختگی و عقل با که هیچ کارش گیری اون نیست. بله. وجود مقدس امیر مؤمنان در داخل خانه گاهی عدس پاک میکردن. یک انسان نگه من که دانشمندم، من که پزشک هستم، من که این مقام دارم، من بیام در داخل خانه مثلا این کار انجام بدم. فرمودن امیر مؤمنان و یک شاه ملکی هست. بله، شخصیتی که در قرآن کریم هست که خداوند تمام علم کتاب را به این شخصیت ارزانی کرده که آصف ابن برخیا که تخت بلقیس را از او فاصله زیاد به نزد حضرت سلیمان آورد، دو حرف از علم کتاب بلد بود. فرمودن تمام علم کتاب را خداوند به امیر مؤمنان مرحمت کرده. این شخصیت در خانه کار میکردن و این نشانه تواضع یک انسانه. خیلی. نشانه بعدی که اگه فرصت باشه اشاره بکنیم، قدردانی از دیگران هست. این خیلی نشانه عالی هست که خداوند به همه ما توفیقش مرحمت کنه. در حدیث قدردانی از دیگران، بله، در حدیث
شریف موسی بن جعفر علیه السلام هست که میفرمایند یستکثر قلیل المعروف من غیره، کار خوب دیگران را هرچند بسیار کم باشه بسیار میداند و او را زیاد میداند، همیشه به خاطر او هست، یعنی فراموش نمیکنه، از یاد نمیبره. یک روایت داریم که دو چیز همیشه فراموش کن، دو چیز همیشه به یاد داشته باش. یکی او چیزی که به یاد داشته باش، خوبی هایی که دیگران به تو کردن، همیشه به یاد داشته باش. یک شعر بسیار زیبایی هست که شاعر میگه که به نظرم سعدی این شعر سروده، میگه که چه خوش گفت زالی به فرزند خیش. یک پیرزنی به یک جوان رعنای خودش این نصیحت کرد، چه خوش گفت زالی به فرزند خیش، چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن. جوان شده بود در سن مثلا 20-25 سال، ظاهراً ورزشکار هم بوده، بازوهای ستبر و هیکل درشت و به تعبیری با فیل اگر نبرد میکرده فیل به زمین میزده، حتی مبالغه هست. چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن، گر از عهد خردیت یاد آمدی، که بیچاره بودی در آغوش من. یعنی اگر یاد تو بیاید نه. از او زمانی که کودک بودی، خردسال بودی، در آغوش من بودی و توان دفاع از یک گربه رو نداشتی، اگر یک گربه ای تو رو اذیت میکرد، یک حیوانی درنده ای تو رو اذیت میکرد، یا پشه ای اگر مثلا سکتشر زده بله مگسی اذیت میکرد، توان دفاع از یک مگس از خود نداشتی، نداشتی، ولی امروز به کجا رسید. بله. بعد در ادامه میگه که نکردی در این روز بر من جفا، که تو شیر مردی و من پیرزن. اگر از او زمان خوردی و خردسالی خود یادت میامد بله. که چه حالی داشتی و من تو رو جمع میکردم، امروز که تو جوان مرد شدی و قوی هیکل شدی، بر من پیرزن جفا نمی کردی، صدایت بلند نمی کردی. این چهره که زرد و استخوانیست، تهمانده ای دوره جوانیست که با پای تو پیر شده. بله. پس یک انسان عاقل می فهمه که این مادر چه زحماتی برای او کشیده، بزرگ می شماره، هرچند امکان داره حال او زیبایی خودش نداره، او توانش نداره، و انسان بعد او رو جمع بکنه، برای او مصرف بکنه، درمانش بکنه، یا حتی گاهی شده او رو به پشت خودش ایور اوور منتقل بکنه. یک انسان عاقل خیلی میفهمه که هرچه به تعبیر حدیث داریم که اگر یک انسانی پدر و مادرش پای پیاده به حج ببره به پشت خودش و چندین بار تکرار بکنه، نمیتونه او حق زحمت رو اونها رو ادا بکنه، یا همون درد تولدی که مادر متحمل شده، حتی نمیتونه یک درد تولد و زایمان او رو جبران بکنه. پس این جوانی که گاهی دیده میشه برخی از جوانها مثلا یک مقداری به سر مادر خود فریاد میکشن یا پدر، این نشان میده که باید بیشتر با خود ما کار بکنیم که قدر بدانیم. معلم، خیلی معلم زحمت میکشه. یک فرد یک وقتی در داستان میخوندم که خودش یک جایگاهی رسیده بود و انسان شده بود که بالاخره کلاس های درس ها و شاگردانی، یک وقتی کسی پرسیده بود که فلان معلم شما به چه نحوی هست، ای از او یک مقداری بد گفته بود، گفته بود که او خیلی چیزی هم بلد نبود، ولی خب ما تحمل میکردیم. او آدمی که این حرف از او پرسیده بود یا کسی در اون محفل بود، اینم کار بده کرده بود، رفته و بو عالم گفته بود که فلانی که زمان شاگرد تو بود یک همچه سخنی گفته، یک سخن چینیرم ای کرده. این که کار اشتباهی، ما همیشه باید دقت بکنیم اگر در محفلی نشستیم سخنی گفته میشه، این سخن نقل نکنیم به ای ور و او ور. سخنچین مثل یک کسیه که هیزم نقل میده که آتش بیشتر روشن بکنه، شعله‌ور بسازه. ولی خب این فرد گفته بود، او عالم هم گفته بود، خب حالا که او خودش شخصیت علمی شده، ما به شخصیت او اعتنا میذاریم، ولی گفته بود خدای همون مطالبی که او از می یاد گرفته از او پس بگیر.
اون مطالبی که از ما یاد گرفته از او پس بگیر. نقل میکنن که سبا پس سبا ایام هفته بعد از او دیدم که ای در سر درس بعضی مطالب فراموش میکنه، از یادش میره. یک فردی که استاد خیلی زبردست، بعضی مطالب از یادش میره. بعد کم کم شاگردای او کم شدن، کم کم به انزوا کشیده شد. خیلی باید قدر بدونه قدر معلم. این معلم نقش پدر داره برای انسان. گاهی دیده میشه در برخی از جاها به معلم او احترامه که باید داشته نمیگذاره. اگه انسان تا وقتی پیر هم میشه، وقتی که معلم خودش میبینه، باید قدر زحمات او رو بدانه و احترام داشته باشه. همسر خیلی نعمت هست. یک فردی هم نسبت به مرد هم نسبت به زن. خب مرد میره بیرون از خانه کار میکنه، زحمت میکشه، با این گرفتاری ها، با این مشکلات اجتماعی نان حلال میاره. این زن باید تشکر بکنه، قدرش بدانه. هی بهانه نگیره که ما ایر کم داریم، ایر کم داریم. هرچند راستم میگه، واقعا شاید امکانات کم باشه، ولی قدر این زحمات شوهر بدانه. از این ور شوهر قدر زحمات زن بدانه. خب شمای عزیز میری کار میکنی، برای زندگی خود کار میکنی، غذای تو در خانه آماده میشه، لباس تو در خانه شسته میشه، خانه تمیز و آراسته، بچه های تو در خانه جمع میشن، تربیت میشن. تو اگه یک کنیز، یک غلام، یک کارگر میگرفتی، در هر روز خیلی کارهایی رو انجام داده که وظیفه‌اش نیست، ولی لطف کرده. بله لطف کرده. اگه یک کارگر میگرفتی، کل این درآمد خودت رو باید صرف میگرده که یک پرستار بچه ها بشه، یک کسی لباس های تره بشوره، غذای تره درست بکنه. این زن در داخل خانه تمامی کارها رو انجام میده. بعد یک مردی خیلی بی‌انصافی بگه تو هیچ کاری نمیکنی، تو چیکار کردی برام مثلا، یا زن به شوهر بگه. پس هرچند امکان داره، یک کاستی های طبعا دارن زن و شوهر، انسان دیگه، انسان کامل نیست داشته باشه، ولی انسان باید قدر زحمات همسر خودش بدان. اگر همیشه قدردان باشه، قدردانی باشه، بسیاری از این دعواهای خانوادگی که هست از بین میره، با وجود نخواهد آمد. فرزند قدر پدر مادر بدانه، قدر معلم، قدر همسر. و در یک روایت داریم که وجود مقدس امیر المؤمنان میفرمایند که ملم یشکر المنعم من المخلوق من المخلوقین، کسی که واسطه های نعمت را تشکر نکنه، از پدر، از مادر، از معلم، از انسان هایی که به او خوبی کردن قدردان نباشه و تشکر نکنه، لم یشکر الله، یعنی خدا را خدا تشکر. امکان داره نماز بخونه، روزه بگیره، ولی خدا میگه من از تو نمیپذیرم، تو باید از او واسطه ها هم که سبب شدن، چون نعمت های زیادی دیگر هم داشت و شکر نکرد، از اونها داشت. لذا در قرآن داره که انشکر لی ولوالدیک، خدا می فرماید که من تشکر کن، عبادت کن و از والدین خود هم تشکر بکن. در کنار پرستش خداوند تشکر از والدین داره. اگر کسی با آدم خوبی کرد، بعد قدرش رو بدونه. در یک داستان من خوندم که یک وقتی وجود مقدس امام حسن و امام حسین با جعفر طیار که پسر عموی اینها بودن، اینها به یک سفر رفتن، در بیابان به شب برخوردن و خب بالاخره بله یک خیمه بود، یک فردی اونجا زندگی میکرد، از اینا پذیرایی کرد، یک شیری، گوشتی، چیزی بود. بعد فردای اون روز که آمدن، فرمودن که شما به مدینه که آمدی به ما سر بزن. جعفر طیار عموی امام حسن امام حسین دیگه، درسته؟ بله. با ایشون بودن حالا در اون سفر. عرشبت خدمت شما، او پذیرایی رو که او فرد انجام داد، بعد فرمودن شما، عرشبت خدمت شما، یا شاید فرزند جعفر طیار بوده که بله پسر عمو اینا، به هر حال به نظر پسر عمو اونجا گفته بود. بله. اینا که فرمودن آمدیم مدینه از ما سر بزن. اتفاقا مدتی گذشت و ظاهرا در او صحرا قد سالی و خوش سالی شد، باران نیامده بود و این فرد به مدینه آمده بود دنبال یک کاری. امام مثلا او را در کوچه دیدن و شناختن، فرمودن تو همو فرد نیستی؟ گفت چرا. بردن به خانه، پذیرایی کردن،
و پول فراوان دادن، گوسفندان فراوان به او دادن. بعد بردن در خانه حسین ابن علی برادر شریفشون، فرمودم که ای همو فرده، ایشون هم پول فراوان دادن به او و گوسفندای فراوان دادن، بردن پیش پسر عموی خودشان. اونام به همین کیفیت، به نوی که میگن این شد اغنا الناس، ثروتمندترین فرد او زمان شد. یا تو نیکی میکنی در دجله انداز، که ایزد در بیابانت ده باز. این همه قدرشناسیه، یعنی او یک کار کوچک کرد، یک شب پذیرایی کرد، انسان عاقل. در روایت داره که وقتی خواهر رضایی پیامبر، خواهری که با پیامبر از او حلیمه سعدی شیر خورده بود، میامد خدمت پیامبر، پیامبر او جایگاهی که بودن میگفتن تو اینجا بشین، و او اگر عبایی بود یا چیزی بود به زیر پای خواهر خود منداختن که او بشینه، میگفتن ای در کودکی به من خدمت کرده. خیلی نکته هست، انسان عاقل یادش نمیری یک کسی به او خوبی کرده باشه. پس دقت بکنیم که خوبی های دیگران رو بزرگ بشماریم، نام ببریم، بگیم، تشکر بکنیم، این نشانه عقل آدم هست. صفت بعدی که برعکس ای هست، خوبی های خودمان کم بشماریم. بله، بسیار. یعنی اگر به کسی خوبی کنیم اصلا یاد ما بره. در اون روایتی که گفتیم چند چیز همیشه فراموش کن، یکی اینه که خوبی هایی که تو به دیگران کردی این رو فراموش کن، این از یاد ببر، و بدی هایی که دیگران به تو کردن هم از یاد ببر. یادت بره که کسی بدی کرده، خوبی های دیگران رو فراموش نکن، ولی خوبی رو که خودت برای کسی دیگه کردی او رو فراموش کن. بزرگ نشمار، بزرگ نشمار. در همین حدیث شریف هست که فرمودن یستقل کثیر کثیر المعروف من نفسه، خیلی به دیگران خوبی کرده ولی هیچ به یاد خودش نمیاره. فرصت هست یک روایت بخوام؟ یک روایت هست که فرمودن چون شیطان هی سعی میکنه که انسان به غرور و تکبر وادار بکنه، فرمودن که اذا اتا که ابلیس و قال لک، اگر شیطان به تو آدم خیر مؤمن آدم خوب آمد پیش تو این سخن گفت که ما اکثر احسانک، به 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 چقدر تو خوبی داری، ماشاءالله چه نماز شب میخوانی، چه سجده های طولانی میکنی، چه خیراتی، خیلی خیلی خوبی های تو زیاد شده، خیلی پیمانه تو پر شده، فقل اساعتی اکثر، به شیطان بگو بدی های من بیشتر است، بدی های من بیشتر است، خودم به خودم آگاهم، بدیهایم از خوبی های بیشتر. و اذا اتاک فقال لک ما اکثر صلاتک، اگر آمد گفت چقدر تو نماز خواندی، چقدر تو نماز میخوانی، چقدر نمازهای خوب به حال میخوانی، فقل غفلتی اکثر، بگو غفلت من ای که از یاد خدا غافل هستم بیشتره، من در شبان روز 5 نوبت به یاد خدا هستم نماز میخوانم، و بله او همیشه 23 بله ساعت هر لحظه، بله هر لحظه بیادم هست، و من 23 ساعت غافلم. در 24 ساعت اگه 1 ساعت یا 2 ساعت به خدا مشغول باشم، پس غفلت من بیشتره ای که از یاد خدا، چون وقت مشغول کار آدم، مشغول کاسبی هست، کارهای مختلف هست، او توجه خاص به خدا نداره، پس بگو غفلت من بیشتره. و اذا اتا که و قال لک، اگر آمد گفت که کم تعطی الناس، چقدر به این مردم خدمت میکنی، بله. چقدر گره از کار مردم میگشایی، چقدر به مردم پیسه میدی، مثلا کمک رسانی میکنی، بله. فقل فدای مردم کرد، بله. فقل ما آخذ اکثر مما اعطی، بگو اون مقداری که من از خدا میگیرم خیلی بیشتر از اینی که من میدم، سیار. من تمام زندگیم از خداست، اونی که از خدا میگیرم، حتی نفس کشیدن خودمه خیلی بیشتر از اونی که من میدم، میدی که به مردم اعطا میکنم یک صدم اونیه خدا بر ما، بله، نسبت به چیزی که از خداوند من میگیرم. لذا وجود مقدس حضرت امیر مومنان فرمودن که عقل الناس، عاقلترین آدم ها او کسیه که من کان به عیبه بصیرن، به عیب خودش بینا هست، بله. و عیب خودش میبینه، و عن و عن
عیب غیره ورینن، اما عیب مردم رو نمیبینه، مثل که نابینا هست. برعکس گاهی ما آدما که جهل ما زیاده میگیم فلانی قد کوتاهه، فلانی زبانش گیر میکنه، هزار تا مشکل به دیگر رو حساب میکنیم در حالی که متوجه نیستیم که خود ما چه مشکل داریم. این نشانه نقص عقل ماه. یک انسان عاقل بفهمید از تعمیر عیب خودش میبینه، از عیب دیگران کوره، ضریر، نابینایه. این انسان عاقله، چون وقتی که به عیب خودش متوجه باشه مغرور نمیشه. ببینیم یک روایت فکر کنم هست که طاووس خیلی زیبا هست، مردم نگاه میکنن به چه پرهای زیبا، واقعا هم زیبایه. در نهج البلاغه در وصف طاووس یک خطبه است، یک خطبه فهمیدم در شگفتی های او. ولی طاووس پاهای کوتاه ظاهرا داره و خودش متوجه پاهای کوتاه خودش هست. چقدر عالی. و ای همیشه حواس هست که پاهاشو کسی نبینه. کوتاه یا بد فرم و لاغر هست. به هر حال یک حالتی هست که خودش مشکل داره، خودش نداره که ببینه. ای حالت خوبیه. یعنی آدم به عیب خودش بصیر باشه. چون یک روایت داریم که انسان باید از هر شیء درس عبرت بگیره. از حیوانات درس بگیره. یک روایت داریم از امام حسین علیه السلام که درس هایی که از حیوان ها میشه گرفت. خیلی روایت زیبایی هست. جای چندین هفته بس داره که ما از کلاغ چه درسی باید بگیریم. سود رفتن سر کار. خیلی سود سر کار میره. سحرخیزی مثلا. یا از خروس، از اون حیوان شجاعت یاد بگیریم. دفاع از خانواده رو یاد بگیریم. خیلی حدیث زیبایی. ای طاووس ای صفت داره که متوجه عیب خودش هست. و یک روایت داریم که اگر انسان این صفت داشته باشه که همیشه به عیب خودش مشغول باشه، عیب آدم که تمام نمیشه دیگه، چون آدم همیشه عیب داره، همیشه مشغول به اصلاح نفس خودش هست. پس عاقل‌ترین مردم فرمودم کسیه که نسبت به عیب خودش بینا هست. خیلی استاد دو دقیقه دیگه من خدمتش عرض بکنم. هست امیر فرمودن که اتهموا عقولكم، عقل خود را متهم کنید، نگید من دانایم، همه چیز بلدم، بگید امکان داره منم اشتباه بکنم. خود را عقل کل ندانید. اتهموا عقولكم فانه من الثقه بها يكون الخطا. هر کسی فکر کنه همه چیز بلده و دیگه نیاز به نصیحت نداره، از همونجا خطا میکنه، از همونجا هیچ نفهمید. وقتی غرور پیدا بکنه از همون غرور خودش زمین میخوره. انشالله که خداوند توفیق بده ما این صفاتی که در این شب اشاره کردیم، صفاتی که در جلسه قبل و صفات دیگری که هست، خداوند به همه ما عنایت بفرماید الاح. که متصف بشیم و عقل ما کامل بشه. سلامت باشین استاد، خیلی ممنون از حضورتون. انشالله که خیر و سلامتی بده خیرهایتان باشه. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه ایتان را بر الله پاک بی همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.